به نام یاد خدا سلام بر شما، به خبر شش خوش آمدید. امروز دوشنبه برابر است با 22 حوت سال 1401. در آغاز سرخط خبرها، برگزاری پنجمین نشست امنیت جهانی در قطر. اکادمی بین المللی مطالعات امنیت جهانی قطر گفته است که در روز سومین نشست درباره تحولات افغانستان و چشمانداز آینده این کشور، به ویژه در بخش امنیت، حکومتداری و حقوق بشر گفتگو خواهد. به این معناست که فراموش نشده موضوع حقوق اساسی مردم افغانستان مطرح بس است. در افغانستان حکومت داری مطرح بس است. آغاز سومین دور کارزار واکسین فلج کودکان در کشور. به گفته سخنگوی وزارت صحت عامه، بیش از 9 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین خواهند شد. په دغه کمپاین کې به موږ 9.4 میلیونه د 15 کال څخه کم عمر ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیقوو. له نورو کمپاینونو سره یې فرق دا ده چې په دغه کمپاین کې به ټول هغه ماشومان ته چې د 15 کال څخه کم عمر ولري د ویټامین ای کپسول هم ورکول کېږي. تفرقه خدای اجازه وطن که ما واکسین کړیم، به خاطر کې همین واکسین به فایده اطفالشان است. نگرانی ها از بدتر شدن اوضاع اقتصادی در افغانستان. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل میگوید که درآمدهای 80% خانواده ها در افغانستان کاهش یافته. با از دست دادن وظیفه باعث شده که مشکلات اقتصادی خودم و خانواده ام چندین برابر شد. امارت اسلامی برای کاهش فقر و ایجاد اشتغال زونهای اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده. افزایش داد و ستد میان کابل و اسلام آباد. و راهپیمایی فعالان حقوق زن در پاکستان. مشروع خبرهای ساعت 6 از طلوع و طلوع نیوز با منصف نسپل. پنجمین نشست امنیت جهانی امروز در قطر آغاز شد. اکادمی بین المللی مطالعات امنیت جهانی قطر در صفحه رسمی گفته است که در روز سومین نشست درباره تحولات افغانستان و چشمانداز آینده این کشور، به ویژه در بخش امنیت، حکومتداری و حقوق بشر گفتگو خواهد شد. همزمان با این، شماری از آگاهان مسائل سیاسی میگویند که برگزاری چنین نشست ها نمادین هستند و جنبه عملی ندارند. میترا مجیدی روی جزئیات رفته. بروز دوشنبه پنجمین نشست امنیت جهانی در قطر به ریاست نخست وزیر این کشور آغاز شد. انتظار می رود که این نشست برای 3 روز ادامه یابد و در روز سوم آن درباره تحولات افغانستان و چشمانداز آینده کشور در بخش های امنیت، حکومتداری و حقوق بشر گفتگو خواهد شد. جهانیان هنوز به افغانستان اهمیت می دهند. در این نشست راجع به امنیت افغانستان و تشویشایی که از این ناحیه موجود است و راجع به کمک ها و مساعداتی که به مردم افغانستان صورت می گیرد بحث و گفتگو صورت می گیرد. در آجندای این نشست گفته شده است که افغانستان پس از خروج ایالات متحده آمریکا و نیروهای بین المللی و گرفتن قدرت از سوی طالبان، تحول بزرگی را تجربه کرده است. در نتیجه چشمانداز آموزش و اشتغال برای در حدود نیمی از جمعیت این کشور به شدت کاهش یافته است و حکومتداری و بحرانهای بشر دوستانه را افزایش داده است. به خاطر از این کار خوب است که حداقل برای افغانستان، موضوع افغانستان به این معناست که فراموش نشده موضوع حقوق اساسی مردم افغانستان مطرح بس است. در افغانستان حکومت داری مطرح بس است. این نشست ها چون یک جانبه است، نماینده دولت سرپرست افغانستان در این دعوت نمیشه، به همون خاطر به نتیجه نمیرسه، منجر به نتیجه نمیشه. هرچند در این نشست نماینده ای از امارت اسلامی حضور ندارد، اما شماری از مقام های پیشین حکومت و نمایندگان پارلمان در نشست امنیت جهانی شرکت کردند. کمیسیون تماس با شخصیت ها میگوید که امارت اسلامی برای شخصیت ها و چهره های سیاسی که به کشور برمیگردند زمینه کار را فراهم خواهد ساخت. آمارهای این کمیسیون نشان میدهند که تا اکنون بیش از 500 چهره سیاسی به شمول وزیران، والیان و چهره های سیاسی به کشور برگشتند. از سوی دیگر شماری از مقام های پیشین میگویند که کمیسیون تماس باید شیوه کارش را تغییر دهد و شخصیت های متخصص و با تجربه فضای باور ایجاد کند. سخنگوی کمیسیون تماس با شخصیت ها می گوید که حکومت سرپرست افغانستان به شخصیت های با استعداد و صادق که به کشور برگشته اند و یا برمیگردند زمینه کار را در حکومت فراهم خواهد ساخت.
حکومت ژمند د دغو کسانو چې راغلي دي د هغوی ژمنتیا ته وړتیا ته اهلیت ته او صداقت ته په کتلو سره کیدای سي دوی په حکومت په یو ځینو برخو کې راسي، ځکه د تیر نظام په لکونو مامورین اوس دستي د حکومت یوه برخه ده هغوی معاشات اخلي. کمیسیون تماس با شخصیت ها میگوید که تا اکنون بیش از 500 چهره سیاسی به شمول وزیران، والیان، جنرالان، اعضای پارلمان و چهره‌های سیاسی و نظامی پیشین به کشور برگشته اند. در افغان شخصیتون سر در تماس کمیسیون لاری تر دیمه حال پوری 514 کسان پوری افغان شخصیتون لمختلف هیوادونو چخه بیر تخبل هیواد افغانستان ترستان سوی دی. په دغه کسانو کې لوړ پوړي چاروار کې هم شامل دي، د وزیرانو په کچه باندې، د وزارتونو مرستیالانو معاونینو په کچه باندې. اما برای برگشت چهره های سیاسی و مقام های پیشین چی نیاز است؟ حل لاره دا ده چې طالبان به خپل غیږ پراخه کړي او په خپله پالیسۍ کې بدلون راولي او د یو بین الافغاني ډلو د پاره دې زمینه مساعده کړي. برای بازگشت شخصیت های افغان و دیگر افغانان چیزی که لازم است که مکاتب دختران باز شود و کار زنان اجازه داده شود، به خاطر که اینا نمیتونن بازگشت کنن و زن و دختر خود در خارج ایلا کنن. این کمیسیون پس از روی کار آمدن امارت اسلامی برای فراهم سازی زمینه برگشت چهره‌های سیاسی و نظامی افغانستان که کشور را ترک کرده اند ایجاد شده است. سومین دور کارزار واکسن پولیو در 31 ولایت کشور آغاز شد. به گفته سخنگوی وزارت صحت عامه این کارزار 4 روز را در بر خواهد گرفت و در آن بیش از 9 میلیون کودک زیر 5 سال واکسن خواهند شد. هدیه زیایی گزارش می‌دهد. به روز دوشنبه سومین کارزار واکسیناسیون سرتاسری پولیو در 31 ولایت کشور آغاز شده است. اما این کارزار تنها در ولایت های بامیان، دایکندی و غور به علت سردی هوا آغاز نشده است. سخنگوی وزارت صحت عامه می گوید که این کارزار برای 4 روز ادامه خواهد یافت و در این کارزار بیش از 9.4 میلیون کودک واکسین خواهند شد. پدغه کمپاین کې به موږ 9.4 میلیونه د 15 کال څخه مور ماشومان ته د پولیو واکسین تطبیقو. لنور کمپاین سره فرق دا چې پدغه کمپاین کې به ټول هغه ماشومان ته چې د 15 کال څخه مور ولري د ویتامین ای کپسول هم ورکول کی ترڅو د دوی معافیت پرې باندې پورته شي. همزمان با این برخی از واکسیناتوران این واکسین را برای جلوگیری از فلج شدن کودکان بسیار مهم میدانند. تفلکای خدا اجازه بدن که ما واکسین کنیم به خاطر که امی واکسین به فایده اطفالشان است و تمام اطفالشان از فلج شدن نجات میده. تفلکای خدا بر ما بیارن بدون جنجال و امر ما همکار باشن تا اینکه بتونیم طفلشان از آینده خطرشان برشان دفع بسازیم. در همین حال برخی از شهروندان کشور از وزارت صحت عامه میخواهند تا برای نابودی بیماری فلج کودکان بخشای دوردست کشور را نیز پوشش بدهند. ما تال از این فاریاب به طرف ها میشینیم، تال ندیدیم که در ولسوالی های ما واکسین پولیو کس شده باشه. خدای دیگه چی سر تا سر در کشور در افغانستان کشور که در هر ولایت که گود گود که در فعالیت بکی در خودی رکه خبر در جزمونگ مشمان در پولیو نجات پیدا کرد. امیدوار هستیم که مسئولین هم در این رابطه توجه جدی داشته باشه و از تطبیقش نظارت جدی بکنه. با گفته وزارت صحت عامه در سال 2022 تنها 2 واقعه بیماری فلج کودکان در ولایت‌های پکتیکا و کنر ثبت شده بود، اما در سال جاری میلادی تا اکنون هیچ واقعه مثبت بیماری فلج کودکان ثبت نشده است. وزارت صحت عامه میگوید که تا 20 روز دیگر دوز تقویتی واکسن ویروس کرونا در 17 ولایت کشور عملی خواهد شد. سخنگوی این وزارت میافزاید که در این مرحله نزدیک به 2.5 میلیون تن واکسن ویروس کرونا دریافت خواهند کرد. از سوی هم مسئولان شفاخانه افغان ژاپن میگویند که از ماه فوریه تا اکنون از میان 350 آزمایش تنها 9 واقعه مثبت ثبت شده است. وزارت صحت عامه میگوید که هرچند شمار مبتلایان ویروس کرونا در کشور کاهش یافته، اما دوز تقویتی واکسن ویروس کرونا برای نزدیک به 2.5 میلیون تن در 17 ولایت تطبیق خواهد شد. د اوس هم زموږ په ولس ولایتونو کې د بوستر دوز یا تقویتي دوز کمپاین روان ده چې شل ورځنی کمپاین ده. د 2.4 میلیونه په اندازه باندې هیوادوالو ته به موږ واکسین تطبیق کړو.
سخنگوی وزارت صحت عامه آمار می‌دهد که در ماه سپتامبر سال 2022 میلادی شمار بیماران کووید 19 به بیش از 5000 تن می‌رسد، اما در سال 2023 میلادی این آمار به 800 تن در ماه کاهش یافته است. مسئولان شفاخانه افغان ژاپن می‌گویند که از ماه فوریه سال 2023 میلادی تا اکنون از میان 350 آزمایش تنها 9 واقعه مثبت ویروس کرونا به ثبت رسیده است. په تیر فبروري میاشت کې تقریبا من یو سل او شپېته سیمپل اخیستی و چې د هغې نه دوه مثبت واقعات و موږ سره. البته دا د نظر پی سي آر ته خو ډېر داسې ناروغان دي چې هغه نظر کلینیک ته یا نظر اکسری ته چې ګورو هغه هم مثبت وي. به گفته مسئولان شفاخانه افغان ژاپن هم اکنون نزدیک به 30 بیمار مصاب به کووید 19 در این شفاخانه زیر درمان هستند. وقتی که ما آمدم دولت کما بودم، می نمیفهمیدم که من اصلا در کجا هستم. دیگه خدای یک سایوار توفیق نصیب کنه شانه. پیشکاری تازهی مونم میکنه در شوی ده بار خبر میگیرم که چی تکلیف داری؟ آمده فشار باشه، فشار میتیه، اکسیژن میتیه. همزمان با این شمار از پزشکان از مردم میخواهند تا برای مصاب نشدن به بیماری کووید 19 باید نکات صحی را رعایت و واکسین کرونا را تطبیق کنند. تر اوسه پوری کرونا شته دی کما شوی ده مگر شته دی. خو اول تر ټولو ښه خبره دا ده هغه کسان چې عمرونه زیات دی هغه نور ناروغیان ولري نو هغه ته پکار ده چې اول واکسین وکي. زموږ هیوادوال باید د عامه روغتیا محترم وزارت هغه کومې کړنلارې چې دغه په نظر کې ونیسي او خپلې فاصله مراد کړي. بر بنیاد آمارهای وزارت صحت عامه تا اکنون 12 میلیون تن در سراسر کشور واکسین کرونا دریافت کردند. دادگاه عالی کشور از کاهش آمار طلاق در سراسر افغانستان خبر می‌دهد. به گفته رئیس دادگاه عالی در سه ماه گذشته در سراسر کشور تنها 400 پرونده طلاق ثبت شدند. همزمان با این شماری از وکیلان مدافع می‌گویند که روند رسیدگی به پرونده‌های طلاق کند شده است و مانند گذشته با سرعت به آنها رسیدگی نمی‌شود. اسما ساین جزئیات می‌دهد. مریم مستعار زنی است که بیش از دو دهه زندگی مشترک را تجربه کرده است، اما اکنون می‌خواهند که از همسرش جدا شود. او خشونت‌های خانوادگی و مشکلات دیگرش را انگیزه درخواست طلاق می‌داند و از دادگاه عالی می‌خواهد که به پرونده‌اش رسیدگی کند. مدت 18 ماه میشه که من محکمه میرم میایم و عریضه کردیم به خاطر طلاق. دیگه طلاق ما موضوع به خاطر ازی بود که زندگی ما خوب نمیگذشت و شوهرمم دیگه نتونستیم زندگی کرده. به او خاطر دیگه خواستم، اصلا طلاق نمیخواستم، میخواستم که یک زندگی خوب بهتر شوه، اما نشد دیگه. در این میان دادگاه عالی کشور میگوید که آمار پرونده های طلاق در کشور در مقایسه با گذشته کاهش یافته است. ډیر خلک ډیر ځله کورنۍ د دغه مجبوریت په اساس د محاکمو څخه د طلاق اخیستلو غوښتنه کوي، خو شریعت د طلاق لپاره خپل خاص موارد او معیارونه لري. د افغانستان اسلامي امارت ټولو محاکمو ته په تیرو دریو میاشتو کې تقریبا 400 د طلاق قضیې راغلي دي چې تقریبا 240 حل سوي دي او 50 قضیې مکتوبي مسترد سوي دي او باقي نورې تر کار لاندې دي. یکی از وکیلان مدافع میگویند که روند رسیدگی به پرونده های طلاق در حکومت کنونی پیچیده تر شده است و مانند گذشته با سرعت انجام نمی شود. کارشان در محاکم امارت اسلامی با آسانی مثل محاکم گذشته باری به تفریق حکم نمی کنند. می خوان تحقیقات بیشتر بکنند، ریشه یابی بکنند، مسئله را آسیب شناسی بکنند. با این حال شماره از مدافعان حقوق زنان خواهان رسیدگی عادلانه به درخواست طلاق از سوی زنان هستند. این مهم یکی از مسائل اساسی در اجتماع افغانستان امروزی است که باید امکانات سنجی شود. خشونت های خانوادگی، مشکلات اقتصادی از علت های درخواست طلاق از سوی بانوان گفته شدند. برنامه جهانی خوراک میگوید که شمار افراد نادار در سال 2023 میلادی در افغانستان به بیش از 28 میلیون تن رسیدند. بنفشه بینش. گزارش تازه برنامه جهانی خوراک نشان می‌دهد که آمار انسان‌های فقیر در افغانستان در سال 2023 میلادی به 28 میلیون و 300 هزار تن افزایش یافته‌اند.
در این گزارش آمده است که این افراد نیاز به کمک فوری دارند و برای پشتیبانی آنان نیاز به 2.2 میلیارد دلار است. 4 میلیون تن از جمله 3.2 میلیون کودک زیر 5 سال گرفتار سوء تغذیه شدید هستند. 28.3 میلیون تن یعنی 2/3 جمعیت افغانستان در سال 2023 میلادی نیازمند کمک های بشردوستانه چند بخشی هستند. کمک های سازمان ملل متحد میتونه برای میان مدت یا برای کوتاه مدت مسئولیت خود داشته باشه، اما برای طولانی مدت به هیچ وجه نمیتونه در افغانستان به خاطر کاهش فقر مسئولیت خود داشته باشه. بر بنیاد بررسی های این نهاد 20 میلیون تن در کشور با ناامنی جدی خوراکی روبرو هستند که از این میان 6.1 میلیون تن آن در قحطی و گرسنگی به سر میبرند. از سوی هم هماهنگ کننده کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد میگوید که کاهش درآمدها، اشتغال و بدیهی های مردم افغانستان در سال روان میلادی 5 برابر شده اند. از وقتی که مکاتب برای دختران بسته شده است، متاسفانه مشکلاتی را هم با ما وجود آورده، بخصوص در قسمت معاشات ما که معاشات ما هم کم شده است و من چون نانوار خانه هستم نمیتونم که با معاشی که از مکتب میگیرم مشکلات اقتصادی ما رفع بسازم. ولی باری کار آمدن امارات اسلامی ما وظیفه خود را از دست دادیم و با از دست دادن وظیفه باعث شده که مشکلات اقتصادی خودم و خانوادیم چندین برابر شد. در همین حال وزارت اقتصاد میگوید که برای کاهش فقر تلاش می شود که پروژه های توسعه‌ای بیشتری را برای ایجاد اشتغال برا اندازند. امارت اسلامی برای کاهش فقر و ایجاد اشتغال زونهای اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده و همچنین پروژه های کلان اقتصادی را راه اندازی کرده و تلاش ما است که در سال آینده این پروژه ها را توسعه ببخشیم. پیش از این سازمان ملل متحد 4.6 میلیارد دلار درخواست کمک به افغانستان کرده است. به ادامه خبر 6 باز هم خوش آمدید. رسانه های پاکستانی از افزایش صادرات و واردات کالاهای بازرگانی این کشور با افغانستان خبر می‌دهند. روزنامه The Nation پاکستان نوشته است که در 8 ماه گذشته صادرات پاکستان به افغانستان از 500 میلیون دلار به بیش از 650 میلیون دلار افزایش یافته است. از سوی هم مقام های امارت اسلامی از افزایش صادرات افغانستان به پاکستان خبر می‌دهند. بر بنیاد گزارش روزنامه The Nation پاکستان، صادرات این کشور به افغانستان در 8 ماه گذشته 32% و واردات کالاهای بازرگانی از افغانستان به این کشور نیز 24% افزایش یافته است. اتاق تجارت مشترک افغانستان پاکستان علت افزایش داد و ستود میان دو کشور را سهولت در بندرهای بازرگانی میداند. که چیره تا پده مشکلات و خندون و باندکار وشی و ظرفیتون تقویه شی نو لره نده چی ده افغانستان و پاکستان ترمنز تجارت پخواه چی لکه 3 میلیارد دلار رو داغی سه هم زیاد شی ده حیلت داره چی پاکستان پده آخره که ده بوره و اکسپورت تا اجازت ورکو چی 2.5 لک تن ده ده افغانستان تجارانو ده 2.5 لک تن افغانستان تا وارد کرده ده دقی وجه نه پاکستان صادرات زیاد شده. وزارت صنعت و تجارت میگوید که در کمتر از یک سال گذشته افغانستان به بیرون 1.9 میلیارد دلار صادرات داشته است. در سال 1400 ما تونسته بودیم تا صادرات را به 850 میلیون دلار برسانیم که خود یک دستاورد بود، اما در ابتدای سال جاری تصمیم به این شد که سهولت‌های بیشتری را در بخش صادرات و واردات فراهم کنیم که خوشبختانه تونستیم صادرات را در حدود 1.9 میلیارد دلار تا تاریخ 20 اوت سال جاری برسانیم. بر بنیاد گزارش ها برنج، دوا، ابزارهای برقی و تراکتور از مهمترین کالاهای صادراتی پاکستان به افغانستان هستند، اما از افغانستان بیشتر قالین، میوه های خشک، سنگ و زغال و فراورده های کشاورزی به پاکستان صادر می شوند. و حال هم بهای ارزها. یک دلار آمریکایی 88 افغانی و 20 پول، یک یورو 93 افغانی و 60 پول. یک درهم امارات 24 افغانی، 1000 کلدار هندی 1045 افغانی. 1000 تومان ایران 1 افغانی و 70 پول، 1000 کلدار پاکستانی 304 افغانی. به این ترتیب رسیدیم به پایان خبر 6. از همراهیتان سپاسگزارم. شب روز بخیر. خدا نگهدار.